به خدا من امین سلایی هستم و با آموزش سافت تایتل پرو در خدمتتونم در این آموزش خواست داریم نحوه کار با پلاگین سافت تایتل پرو رو در نرم افزار ادوبی پریمیر بهتون آموزش بدیم خب از اونجایی که از عنوان مشخصه این آموزش مختص به پلاگینی هست که باهاش میتونیم درجه زیرنویس رو داشته باشیم و در فیلم ها از قابلیت این پلاگین استفاده کنیم و برای ویدیو هامون یا فیلم هامون زیرنویس های زیبا جذاب و مورد علاقه همون رو اضافه بکنیم خب اگر بخوام که یک مقدمه در رابطه با زیرنویس بگم باید بگم که زیرنویس از زمان پیدایش ویدیو یا بهتر بگم ساخت فیلم ها که خب صدا هنوز وارد این حرفه نشده بود و ضبط صدا رو نداشتن و ویدیوها سامت بود یک سری تصاویر و نوشته ها رو بین پلان ها و سکانس های فیلم ها قرار میدادن که میشه گفت یک جورایی ابتدایی ترین زیرنویس ها بودن و از اونها استفاده میشد اما خب به محض اینکه صدا وارد سینما شد و فیلم ها قابلیت این رو داشتن که صدا رو با خودشون همراه داشته باشند، نیاز به وجود زیرنویس هم به شدت احساس میشد برای مثال خب یک ویدیو یا یک فیلم در کشور A تولید شده بود اگر قرار بود در کشور B برای مثال پخش بشه که با یک زبون متفاوت بودند، خب اینجا کسایی که خب به زبون ای کشور A مسلط بودن مشکل نداشتن اما برای بقیه افراد این یک چالش بود و حل این چالش هم به وسیله زیرنویس قابلیت حل شدن رو داشت و خب اول فیلم رو ترجمه میکردن و بعد هم به وسیله زیرنویس بر روی فیلم ها این مباحث رو درج میکردن اما در ارتباط با اینکه ما چند نوع زیرنویس داریم میتونیم به سه مدل اشاره بکنیم زیرنویس های هارد ساب یا زیرنویس های چسبیده زیرنویس های سافت ساب یا غیر چسبیده و زیرنویس های از پیش آماده شده که خب من به تفکیک هر کدوم رو براتون توضیح میدم. خب زیرنویس هارتساب یا زیرنویس چسبیده به مدل زیرنویسی میگن که بر روی فیلم هک شده و میشه گفت که خب مثل یک لوگو یا یک واترمارک یک نشونه ای که اگر روی فیلم موقع تدوین هک شده این زیرنویس هم همونطور هک شده و قابل تغییر رو نداره و این فیلم تا مادامی که وجود داره این زیرنویس هم همراهش هست. که این مدل زیرنویس که خب قبل ها استفاده زیادی میشد به دلیل اینکه خب در دستگاه های دیویدی پلیر و دستگاه های پخش ویدیو ازش استفاده میکردن یک سری مزایا و یک سری معایب را هم همراه داره خب از مزایاش میتونم بگم که قابلیت استفاده در دستگاه های پخش رو داشت هماهنگی بیشتری و تصویر داشت خب به دلیل اینکه تدوینگر یک بار این سینک بودن رو انجام میداد و بعد تا انتها تا هر زمان که داشتیم این ویدیو رو نمایش میدادیم یا حتی اگر این ویدیو دوچار سانسور میشد یا قرار تیکه از ویدیو حذف بشه خب اون یه تیکه با زیرنویسش حذف میشد و بقیه ویدیو و هاش هم جایگزین اون قسمت حذف شده میشد و هماهنگی رو ما همیشه میدیدیم و بهترین گزینه برای فعالان حوزه مجازی محسوب میشه که میتونن خب بدون دردسر از این مدل زیرنویس استفاده بکنن تا مخاطب دچار چالش پخش ویدیو هم با زیرنویس نشه و مهمترین عاملش هم خب راحتی در استفاده بود دیگه تدوینگر این کارو میکرد و مخاطب نیاز نبود کاری بکنه اما خب یه سری معایب رو هم همراه داره که میتونیم به عدم ویرایش و کیفیت پایین اشاره کنیم عدم ویرایش خب ما دیگه نمیتونیم اون زیرنویس رو ویرایش بکنیم اگر در زمان درج زیرنویس غلط املایی وجود داشته باشه تا انتها این غلط املایی وجود داره و هیچ موقع نمیتونیم این رو ویرایش کنیم و کیفیت پایین چون این ویدیو همراه با زیرنویس برای بار دوم باید رمزنگاری بشه اصطلا یا رندر گرفته بشه خب کیفیت رو میره پایین و این کیفیت پایین هم توی ویدیو تاثیر داره هم توی زیرنویسی که بهش چسبیده و هک شده اما در مقابل ما زیرنویس سافت ساب رو داریم یا غیر چسبیده مدل زیرنویسی که خیلی امروزه پرکاربرد هست و با توجه به نرم بخش فیلم که بر روی پلتفرم مثل گوشی ها لپتاپ ها سیستم های خانگی هست حتی تلویزیون ها این مدل زیرنویس که به عنوان یک فایل جانبی همراه با فیلم عرضه میشه میتونیم بگیم که بیشترین خواهان رو داره به طور معمول خیلی ها ازش استفاده میکنن و خب مزایای مایوبه خودش رو هم داره اما اگه بخوام انواعش رو بگم باید بگم انواع مختلفی داره از قبیل SRT SSA TTML SPV DFXP VTT TXT و IDX که خب میتونم بگم که پرکاربردترین و معمول همون فایل SRT است که اکثر ماها شاید این فایل رو همراه با فیلم های خارج زبانی که داشته باشیم بخوایم ببینیم رو همراه دیدیم توی سیستم هامون یک فایل جانبی هست که خب خیلی کم حجمه و فرمتش هم SRT هست و در بین سایت های فیلم هم خیلی طرفدار داره این مدل زیرنویس هم یه معایب و مزایا داره که من از مزایاش میتونم به ویرایش راحت اشاره بکنم در مقابل هاردساب که ما نمیتونستیم اون زیرنویس رو تغییراتی بدیم اگر قرار بود برای مثال اشتباه تایپی توش اتفاق افتاده بود دیگه نمیتونستیم تغییر بدیم اینجا به راحتی میتونیم اون فایل رو ویرایش بکنیم به حجم پایینی که داره به عنوان اینکه خب دیگه اون ویدیو از قبل یک بار موقع تدوین نهایی ویدیو یا فیلم رندر گرفته شده رمزنگاری شده و دیگه, دیگه نیازی نیست که ما این عمل رمزنگاری نگاری کردن و رندر گرفتن رو داشته باشیم و به با عنوان یه فایل جداگونه ازش میتونیم استفاده بکنیم از اون فایل زیرنویس که خب حجم پایینی داره دسترسی راحت و متداول بودن که خب توضیحشو بهتون دادم خیلی متداوله و خیلی ها از این مدل زیرنویس استفاده میکنن و وضوح و کیفیت بالایی که این زیرنویس برای فیلم ها داره هم نکته قابل توجهی اما خب معایبی رو هم همراه داره ای به اولی که میتونیم براش بذاریم اینه که خب باز پردازش ویدیو داریم توش توشتون هر زمانی که ما داریم پلی میکنیم برای هر یک دونه از اون دیالوگ ها ویدیو داره بازپردازش میشه اما خب اونقدر نمیشه گفت که عیب بزرگی هست یعنی اونقدر این عیب کوچیک هست که حتی اکثر ماها که داریم ویدیو رو تماشا میکنیم اصلا متوجهش نمیشیم و عدم هماهنگی به دلیل مختلف که میتونیم بگیم این هم بابت این هست که اگر برای مثال یک فیلم خارج زبان رو ما میخوایم نگاه بکنیم یک فایل زیرنویس برای این فیلم تعبیه شده بعد از چند وقت اون سایت یا اون پلتفرمی که اون ویدئو رو یا اون فیلم رو ارائه کرده مجبور به این شده که رفته و اون فیلم رو سانسور کرده برای مثال اما تغییرات توی فایل زیرنویس رو نداده خب این عدم هماهنگی توی فیلم مشهود میشه البته این رو هم باید خدمتتون بگم نرم افزارهای پخش ویدئو مثل نفسان مثلا پات پلیر یا کی ام پلیر جا به جایی رو دارن یعنی شما توی نفس در حین پخش هم میتونید یه مقدار این زیرنویس رو تایمش رو عقب جلو بکنید که دقیقا سینک بکنید با دیالوگ های شخصیت های فیلم یا دیالوگ هایی که قرار توی فیلم ادا بشه